سلام، من رادین حسن‌زاده‌ام و امروز تو این ویدیو قراره در مورد مینور نسبی و ماژور نسبی صحبت بکنیم. یه بحثی که خیلی خیلی جالبه و خیلی از بچه‌ها با دونستنش میتونن گام‌های مینور یا همون مینور طبیعی و گام‌های ماژور رو خیلی راحت‌تر درک بکنن. نکته که هست اینه که اگر ما یه گام مینور طبیعی رو تصور بکنیم، توی اون گام مینور طبیعی ما یه گام ماژور هم داریم. حالا اینکه چه جوریه جلوتر میگیم. و برعکس، اگر یه گام ماژور رو تصور بکنیم، داخل اون گام ماژور هم یه گام مینور طبیعی داریم. ما به اینها اصطلاح نسبی رو میگیم. یعنی میگیم یه گام مینور همیشه یک ماژور نسبی داره یا یه دونه ریلیتیو میجر داره و برعکس، یه گام ماژور هم یک گام مینور نسبی توش وجود داره. حالا امروز قراره در مورد این مبحث صحبت بکنیم. من مثالم رو با یک اسکیل دو ماژور شروع میکنم. میخوام ببینم که اسکیل دو ماژور از چه نوتایی تشکیل میشه. این نکته ای که باید یادآوری بکنیم اینه که دلیل اینکه اصلا دو ماژور رو من دارم انتخاب میکنم اینه که دو ماژور تنها اسکیل ماژور ماست که همه نوتاش بدون دیز و بمول اصطلاحاً به کار هستن. نوتاش هیچ دیز و بمولی وجود نداره. نوتای گام دو ماژور هست دو، ر، می، فا، سول، لا، سی و دوباره میرسیم به مبدأمون که نوت دوه. من یه بار این گام رو میزنم، از فرت 8 گیتار شروع میکنم روی سیم 6 و کافیه فقط تو یک اکتاو، یعنی از یک دو تا دو بعدی که بهش میرسیم این کار رو انجام بدیم. دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو. خب این یه گام دو ماژور یا سی میجر بود. حالا میخوام یه نکته جالبی رو در مورد این گام بگم. اگر دقت بکنیم میبینیم که خب این گام یه گام ماژور بود، اما ما یه گام مینور طبیعی داریم در موسیقی که اون هم با همین مشخصاتی، یعنی نه دیز داره نوتاش، نه بمول داره و همه نوتامون به کار هستن. چه گامی بود؟ گام لامینور طبیعی یا A natural minor. اگر من گام لامینور رو در واقع بزنم، نوتایی که خواهم داشت هستش لا، سی، دو، ر، می، فا، سول و دوباره لا. خب اگر من در واقع بیام نوتای یک گام دو ماژور رو روی کاغذ بنویسم و بعد بیام نوتای یک گام لامینور یا هم لامینور طبیعی رو در واقع روی کاغذ بنویسم و مقایسه بکنم، میبینم که این دوتا اسکیل یا گام جفتشون با همدیگه کاملا نوتای مشابه هن. خب یه چیزی رو ما اینجا میفهمیم که در واقع همون گام دو ماژور ما گام لامینور هم هست و برعکس، گام لامینور همون گام دو ماژوره. این دوتا اسکیل توی مثال من اصطلاحاً با هم اون رابطه نسبی یا ریلاتیو بودن رو دارن. به عبارتی میتونیم بگیم که دو ماژور ماژور نسبی لامینوره و برعکس، لامینور مینور نسبی دو ماژوره. خب حالا اگر بخوایم به صورت فرموله شده این رو بریم که بتونیم توی گام‌های دیگه، تونالیت‌های دیگه، از جاهای دیگه بتونیم این فرمول رو استفاده بکنیم و مینور و ماژور نسبی رو اجرای پیدا بکنیم، اینجوری میگیم که اوکی، اگر یک گام ماژور داشته باشیم از نوت ششمش یک گام مینور بسازیم، اون مینوری که ساخته میشه نسبت به اون حالت مینور نسبی داره. همین مثال دو ماژورمون رو اگر دقت بکنیم، گفتیم لا مینور مینور نسبی شه دیگه. لا نوت چندم دو میشه؟ دو، ر، می، فا، سول، لا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. به نوت ششممون وقتی میرسیم که نوت لا هست اینجا، اگر ازش اسکیل نچرال ماینر بسازیم یا مینور بسازیم، میبینیم که کاملا نوتا شبیه به دو ماژور درمه. و حالا اگه بخوایم برعکسش رو داشته باشیم، یعنی اگر بخوایم از یک گام مینور ماژور نسبیش رو پیدا بکنیم، میگیم اگر از نوت سوم یک گام مینور یا اسکیل نچرال ماینر ما یک اسکیل ماژور بزنیم، این حالت نسبی برقرار میشه. مثالمون دوباره لا مینوره، ما میگیم خب نوت لا، سی، دو. یک، دو، سه، سومین نوت ما یک دوه. پس اگر من از دو نوت دو یا سی خودمون در واقع یک اسکیل ماژور بسازم، حالت نسبیش به وجود میاد. برای اینکه باز مطمئن شیم که این رو متوجه شدیم، من یک مثال دیگه میخوام بزنم. فرض کنیم که این دفعه روی اسکیل لا ماژور هستیم، میخوایم ببینیم که مینور نسبیش چی میشه. من یه اسکیل لا ماژور میزنم، قرار شد که برای پیدا کردن مینور نسبی ما نوت ششممون رو در واقع پیدا بکنیم. نوت ششم لا ماژور چی میشه؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. رسیدم به نوت فا دیز یا اف شارپ.
خب حالا اگر من از نوت اف شارپ یه اسکیل مینور بزنم، نوت اف شارپ رو برفرض اینجا رو فرت دو پیدا میکنم، فا دیز مینور در واقع مینور نسبی لا ماژوره. یه مثال دیگه حالا برعکسش رو بزنیم برای پیدا کردن ماژور نسبی. فرض کنیم که ما یک اسکیل سول مینور داریم، میخواییم ببینیم ماژور نسبی چی میشه. من اسکیل سول مینور میزنم، قراره که نوت سومش رو این دفعه برای پیدا کردن ماژور نسبی استفاده بکنیم. خب سول مینور من اینه، نوت سومش 1 2 3 میشه طبیعتا نوت بی فلات یا سی بمول. پس من اگه از سی بمول یه اسکیل ماژور بسازم، ماژور نسبی سول مینور من در میاد. پس برمیگردی به همون نکته‌ای که خیلی کلی اول ویدیو گفتم، میشه گفت هر گام مینور یک گام ماژور هم هست و برعکس هر گام ماژور در دل خودش یک گام مینور هم داره. این به ما کمک میکنه که برای که ما راحت‌تر روی فرت بورد و کل دسته گیتار بتونیم اسکیل ها با فرم های مختلفش رو پیدا بکنیم، دیگه نیازی نیست کلی فرم از هم اسکیل ماژور یاد بگیریم هم اسکیل مینور. یه جوری یه تقلب میتونیم بکنیم و با یاد گرفتن فقط اسکیل های مینور یا یاد گرفتن فقط اسکیل های ماژور بتونیم با یه تیر دو نشون بزنیم و نسبیاش هم پیدا بکنیم و فرماش رو راحت بتونیم یاد بگیریم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اینو بعد بگم که توی ویدیوهای بعدی ما در مورد آهنگسازی و چرخهای آکوردی توی اسکیل مینور و ماژور صحبت میکنیم و طبیعتاً این نکته که امروز توی این قسمت باش آشنا شدیم میتونه توی بحث آهنگسازی و حالا قسمت‌های بعدی که در مورد صحبت خواهیم کرد هم کاربرد داشته باشه.